کتاب اول که برای محرم خوب است انجام بدهید این است که هر کدامی از ما اگر مانعی نباشد برنامه عزاداری و سوگواری در خانش برپا بکند. این مطلب خیلی اهمیت دارد. برای بیان اهمیت این مطلب مقدمه کوتاه صحبت بکنم. با اون مقدمه این است که علمای اجتماع یعنی علمای جامعه شناسی اینا میگن که جامعه هرچی افرادش بیشتر باشد، هرچی پیشرفت جامعه بیشتر باشد، هرچی روابط جامعه با جامعه های دیگر بیشتر باشد، این جامعه ارتباطاتش زیادتر میشه، مشکلاتش زیادتر میشه، احتیاجاتش زیادتر میشه. این مثال را خود علمای جامعه شناسی ذکر کردند. اگر ما فرض کردیم در خانه دو نفر وجود داشته باشند، مثلا شوهر و زن، در این خانه چند تا رابطه ما داریم؟ دو تا رابطه. رابطه اول رابطه شوهر با زن و رابطه ثانی رابطه زن با شوهر. دو رابطه بود. اما اگر یک فرد ثالثی در این خانواده اضافه بشه، مثلا یک مولودی پیدا بکنن، اون دو رابطه چند رابطه میشه؟ علمای اجتماع میگوین اون دو رابطه 6 رابطه میشه. با اضافه یک نفر 4 رابطه جدید اضافه میشه. اضافه این 4 رابطه به این شرحه: 1. رابطه شوهر با زن. 2. رابطه شوهر با فرزند. 3. به عبارت ساده ارتباط الف با با و جیم، ارتباط با با الف و جیم، ارتباط جیم با الف و با. چند تا رابطه شد؟ 6 تا رابطه. بناهن على ذلك هر فردی در جامعه اضافه بشود، ارتباطات این جامعه پیچیده تر میشود. هرچی جامعه بیشتر پیشرفت بکند، احتیاجات این جامعه بیشتر میشه. هرچی ارتباطات این جامعه با جامعه های دیگر بیشتر بشود، مشکلات این جامعه، علاقات این جامعه، احتیاجات این جامعه بیشتر میشه. این احتیاجات، این مشکلات چگونه حل میشه و چه جهتی باید تحمل حل مشکلات جامعه را بکنه؟
علما میگویند مؤسسات اجتماعی هر چی بیشتر باشه، هر چی قوی تر باشه، هر چی مستحکم تر باشه، جامعه قوی تر میشه، جامعه سالم تر میشه، علاقات افراد جامعه علاقات بهتر و سالم تر و صحیح تر میشه. مؤسسات اجتماعی. ولذلك اگر ما بخواهیم مقارنه بکنیم بین دو جامعه، از لحاظ اقتصادی این جامعه قوی تره یا اون جامعه، از لحاظ اجتماعی این جامعه قوی تره یا اون جامعه، از لحاظ سیاسی این جامعه قوی تره یا اون جامعه، این مربوط است به مؤسسات اجتماعی جامعه. هر چی بیشتر باشه، هر چی قوی تر باشه، جامعه سالم تر و قوی تر میشه. یکی از مؤسسات اجتماعی مهم ما شیعه‌ها که ممکن است ما غفلت بکنیم، آدمی که داخل چارچوب ممکنه غفلت بکنه، آدمی که پلوی شط فرات قیمت آب را نمی‌فهمد، اما آدمی که در بیابون زندگی می‌کند، بیابون لم یزرع، می‌فهمه آب یعنی چی. یکی از مؤسسات اجتماعی مهم ما شیعه‌ها مؤسسات سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه، خیلی اهمیت نه فقط در بعد دینی و انما در تمام ابعاد، در ابعاد دینی، در ابعاد فرهنگی، در ابعاد سیاسی، در ابعاد اجتماعی، در ابعاد اقتصادی و در تمام ابعاد دیگر. حتی اگر در خانه‌تون روزه‌ای باشد که چهار نفر حاضر باشد، چهار نفر، این روزه‌ای که در خانه شماست یک مؤسسه اجتماعی مهم که کار فرهنگی می‌کند، کار دینی میکنه، کار اجتماعی میکنه، کار اقتصادی میکنه و کارهای دیگر در ابعاد دیگر.